خواستم, حق خواستم. حقش رو بذارم کف دستش اما دلم نیم یه چیزی هست که باید بهش بگم اما, اما نمیتونم تو اینجور مواقع دست خودم, دست خودم نیست دلیل این, دلیل این کارمو نمیفهمم نمیفهم چم شد؟ انگار خودم نبودم خودم که داشتم اون کار انجام میدادم چرا من نمیتونم مطابق اهداف و برنامه ها عمل کنم چرا هرچی تلاش میکنم نمیشه به نام خدا سلام دوستان علی صادقی هستم از پادکست سلفی کست در این اپیزود با موضوع اراده آزاد در خدمت شما هستم تا به حال این جملات اول اپیزود به ذهنتون اومده یا جملاتی شبیه اینها این جملات یا افکار مربوط به مواقعی میشه که کاری رو میخواید انجام بدید ولی انگار کسی جلوتون رو میگیره یا یه رفتاری ازتون سر میزنه که بعدش با خودتون فکر میکنید چطور این رفتار ازتون سر زده شما که تصمیمی برای این کار نگرفته بودید ظاهرا یا در فضای مجازی یک کلیپ انگیزشی میبینید که استاد بزرگواری میگه شما سرنوشتتون دست خودتونه و شما هر جور که بخواید میتونید بسازیدش حالا اگر استادش معنوی باشه به شما میگه که با خدای خودتون سرنوشت خودتون رو رقم میزنید و با یه ارتباط خوب با خدا به همه خواسته هاتون میرسید. به نظر شما همه چیز در دست ماست و ما میتونیم با تلاش و با توکل به خدا و قدرت و اراده خودمون به همه چیز برسیم؟ من به شخصه دوست داشتم که ما همینطور باشیم و هنوزم دوست دارم اما امروز میخوایم ببینیم اندیشمندان بزرگ در طول تاریخ راجبه این مسئله چی میگن و تمرکز من روی مسئله اراده آزاد هستش امکانی که ظاهرا باعث میشه ما هر تصمیمی که میخوایم بگیریم و هر کاری که میخوایم انجام بدیم و خودمون رو در قبال تمام افعالی که ازمون سر میزنه مسئول بدونیم این مسئله اونقدر ساده به نظر میرسه که شاید برای خیلی ها اصلا مسئله نباشه و دقدقهی بابت این موضوع نداشته باشن و اصلا بهش فکر نکنن اما اراده آزاد یکی از مهمترین و سختترین مسائل بشره که اندیشمندان زیادی در طول تاریخ در موردش صحبت کردند و هنوزم که هنوزه به این مسئله پاسخ گیری داده نشده. سوالی که محور اصلی بحث ما اینه آیا ما اراده ای آزاد داریم یا این دنیا یک دنیای جبریه و هیچ اختیاری وجود نداره پاسخهای متفاوتی وجود داره که من بر اساس اونها یک مسیری رو طراحی کردم که بتونم طبق اون براتون توضیح بدم یه چیزی شبیه مایند مپ یا نقشه ذهنی فقط یه نکته قبلش بگم ما برای اینکه اراده ای آزاد داشته باشیم باید دو مورد وجود داشته باشه یکیش اینه که چند گزینه روبرومون باشه که بتونیم آزادانه انتخاب کنیم و دیگه اینکه علت ف که انجام میدیم خودمون باشیم یعنی علت دیگه ای خارج از ما وجود نداشته باشه اولین موضوع پیرامون اراده آزاد مربوط به نگاه ما به انسانه اگر قائل به روح و بود غیر جسمی باشیم و یا نباشیم جوابهای متفاوتی به داشتن اراده میدیم اسم دیدگاه قائلانه به روح رو میگذاریم دیدگاه روح باورانه و دیدگاه مخالفش رو میذاریم دیدگاه ماتریالیستی در دیدگاه روح باوران ما سه دسته متفاوت داریم یه عده معتقدن که همه چیز از جمله افعال انسان توسط خداوند تعیین شده و انسان از خودش اختیاری نداره بهشون میگن تقدیرگرا این افراد به ظاهر و منطقا مسئولیت اخلاقی هم در قبال کارهاشون نباید داشته باشن چون دست اونها نیست و خداوند همه چیز رو تعیین کرده نقدی که به این دیدگاه وارد میکنن اینه که انسان اگر اراده نداشته باشه چطور میتونه در قبال کارهاش مسئول باشه و جزا و پاداش بگیره اما خود این افراد نظر دیگهی دارن و مسئولیت اخلاقی رو میپذیرن مثلا در این دسته کالوینیست های مسیحی به دلیل اینکه معتقدند خداوند انسان رو مجبور به گناه نمیکنه مسئولیت اخلاقی رو میپذیرند و میگن ما دیدگاهمون با جبرگراها فرق میکنه و اشاعره مسلمان هم به دلیل اینکه معتقدن انسان توانایی انتخاب بین انجام و عدم انجام کار رو میتونه در خودش ایجاد کنه مسئولیت اخلاقی داره دسته بعدی افرادی هستند که به جبرگرایی محدود باور دارن یعنی اراده خداوند رو قبول دارن. اما انسان رو هم تا حدی دارای اختیار میدونن که این اختیار رو خداوند بهشون عطا کرده بنابراین انسان رو هم دارای مسئولیت اخلاقی میدونن در این دسته از معصومین شیعیان میتونیم نام ببریم که معتقدن نه جبر کامل وجود داره و نه اختیار کامل بلکه یه حالتی بین این دو هست دسته سوم هم افرادی هستن که معتقدن انسان کاملا اراده آزاد داره و مسئول تمام اعمال خودشه مثل معتزلیان مسلمان دیدگاه ماتریالیستی هم دو دسته عمده داره ناسازگارگرایان و سازگارگرایان در دسته ناسازگارگرایان دو گروه وجود دارند گروهی که اعتقاد دارند ما انسانها اراده آزاد داریم و هر کاری که بخوایم میتونیم انجام بدیم و هیچ اجباری در کار نیست و نهایتا مسئولیت اخلاقی 100 درصد خودمون رو در قبال کارهامون باید داشته باشیم. گروه دوم برعکس این نگاه رو دارن و میگن اراده آزاد توهمی بیش نیست و ما در یک جهان دترمینیستیک که همه چیز از قبل تعیین شده هستیم و مسئولیت اخلاقی هم نداریم. البته مباحثی رو دارن که مسئولیت اخلاقی رو به نوع دیگری توضیح میده کلن این دو گروه که ناسازگارگرا هستن حرفشون اینه که اراده آزاد و جبرگرایی با هم سازگار نیستن افرادی مثل هریس و ساپولسکی دیدگاه جبرگرایانه یا دترمینیستیک دارن دسته سازگارگرایان کسانی هستن که اعتقاد دارن اراده آزاد و جبرگرایی علی تعارضی با هم ندارن افرادی مثل هیوم و دنیل دنت از این دسته هستند و اینها معتقدند که انسان با وجود جبر مسئولیت اخلاقی داره علاوه بر این دیدگاه ها یه دیدگاه مهم دیگه هم وجود داره که ما هم میتونیم در دسته سازگارگرایان قرارش بدیم هم میتونیم در یک دسته جدید قرارش بدیم این دیدگاه مربوط به جان مارتین فیشره که به نیمه سازگارگرایی معروفه ایشون میگه اگر جبرگرایی علی درست باشه نمیتونه با انجام کار بدیل سازگاری داشته باشه که یکی از شروط تحقق اراده آزاده کار بدیل یعنی چی یعنی شما چند تا گزینه داشته باشی که بتونی آزادانه یکیش رو انتخاب کنی چنین چیزی با جبرگرایی علی که همه چیز با علتهایی از قبل مشخص شده سازگاری نداره اما بین جبرگرایی علی و مسئولیت اخلاقی میشه سازگاری ایجاد کرد چطوری آقای فیشر میگه اگر یک فرد به گونه ای عمل کنه که علل واقعی انجام فعلش واکنش نسبت به همون دلایل باشه که اون برای انجام فعلش داشته در این صورت اونو به لحاظ اخلاقی میتونیم مسئول بدونیم هرچند غیر از این فعل هم نمیتونست فعل دیگه ای انجام بده برای تبین این موضوع هم یه مثال معروف داره میگه دو حالت رو فرض کنید ماشینی در اختیار شماست و شما هم میتونید از سمت راست جاده برونید هم میتونید از سمت چپ جاده برونید ولی شما همیشه از سمت راست میرونید تا موقعی که شما از سمت راست میرونید کنترل هدایتی دارید ولی اگر انتخاب کنید که به سمت چپ برونید و این تصمیم و عملی بکنید شما علاوه بر کنترل هدایتی کنترل تنظیمی هم دارید حالا توی حالت دوم شما همون اتومبیل رو در اختیار دارید اما به دلیل نقص فنی توی فرمون این ماشین نمیتونید به سمت چپ برونید فرض کنید که شما همون سمت راست رو انتخاب میکنید یعنی شما کنترل هدایتی رو دارید اما اگر انتخاب کنید که به سمت چپ برید نمیتونید بنابراین کنترل تنظیمی ندارید پس اگر شما انتخابتون سمت راست باشه و تنها کاری هم که میتونید انجام بدید و تنها انتخابتون سمت راست هست با اینکه کار دیگه ای نمیتونید انجام بدید و انتخاب دیگه ای ندارید و اگر بخواید برید به سمت چپ نمیتونید باز مسئولیت این کار بر عهده خودتونه چون خودتون انتخاب کردین با اینکه نمیتونستین انتخاب دیگه ای داشته باشید بنابراین ما اگر جهان دترمینیستیک باشه و توی هر تصمیمی که میگیریم این تصمیم با علتهایی از پیش تعیین شده باشه چون خودمون هم این تصمیم رو انتخاب میکنیم بنابراین مسئولیت اخلاقی داریم به این دیدگاه میگن نیمه سازگارگرا خب تا اینجا به صورت کلی متوجه شدیم که نظرات مختلف پیرامون موضوع اراده آزاد چیه حالا میخوایم عوامل مؤثر در ایجاد این نظریه ها رو بررسی بکنیم. اولین و مهمترین عامل قانون علیت هستش که سابقه طولانی در تاریخ علم و فلسفه داره. اما ظاهرا کسی که بیشترین نقش رو در مطرح کردنش داشته ارسطو بوده. طبق این قانون هر پدیده معلول یک علتیه و هیچ رویدادی بدون علت رخ نمیده. علت حتما قبل از معلول رخ میده به لحاظ زمانی رابطه بین علت و معلول ضروریه یعنی اگر علتی وجود داشته باشه حتما معلولی هم وجود خواهد داشت و علت و معلول سنخیت دارند. یعنی معلول به نوعی از جنس علت یه مثال بزنیم یه فضای سبز نزدیک محل زندگی شما وجود داره طبق قانون علیت وجود این فضا علتی داره علتش اینه که شهرداری اون فضا رو درست کرده چرا چون طبق قانون شهرسازی هر محله شهری مقدار مشخصی فضای سبز باید داشته باشه چرا چون و همینطور دلایل ادامه پیدا میکنه و میرسه به اون دلیل اولیه که در زمان بیگ بنگ یا بعدش رخ داده خب اینجا برای من یه سوال پیش اومد که اگر این قانون درست باشه بیگ بنگ هم باید علتی داشته باشه و اون علت هم باید یه علت دیگه ای داشته باشه ولی طبق این قانون علت ها فقط از بعد بیگ بنگ و پیدایش جهان در نظر گرفته میشن به هر حال تمام اتفاقات این جهان از جمله تمام افعال ما انسان ها علتی دارن و از پیش تعیین شده هستن بنابراین ما اونطور که فکر میکردیم اراده آزاد نداریم و هر اتفاقی که رقم میخوره علتهای پیشینی داره که تعیین شده هستن این یعنی جبرگرایی آیا درسته این قانون رو اندیشمندان زیادی روش تکیه کردن اما اون چیزی نیست که ما فکر میکنیم برتران راسل در مقاله آن دی نوشن کاز درباره مفهوم علت مفصلا نقدهایی رو به این قانون وارد میکنه و میگه اون چیزی که ما در علم ازش استفاده میکنیم و باعث پیشرفت میشه قانون علیت نیست بلکه نوعی قانون مندیه که با قانون علیت فرق داره آی راسل اول میره سراغ تعریف علیت سه تا تعریف از علیت توی دیکشنری بالدوین پیدا میکنه و روی مباحث ضرورت ترتیب زمانی و سنخیت که در تعاریف وجود داره متمرکز میشه و با بررسی دقیق متوجه میشه که هر سه مفهوم به دلایل مختلف اشتباه هستند و کلا تعریفی که در ذهن ما از قانون علیت اشتباهه اصلا قانونی وجود نداره خب ممکنه شما تعریف تعجب کنی و بگی قانون علیت یکی از رکنهای اساسی علمه چطور میشه این حرف آقای راسل رو پذیرفت؟ جواب اینه که اون چیزی که رکن اساسی علمه یک نوع قانونمندیه که به اشتباه فکر میکنیم قانون علیت نکته مهم بعدی در نقد آقای راسل در مورد دترمینیسم سیستم های یک سری اجزایی هستند که متقابلا همدیگر رو تایید می‌کنند. یعنی نه ترتیب زمانی دارند که علت اول باشه و معلول دوم و نه رابطه یک طرف است که فقط علت معلول رو تعیین کنه و حتی محور زمان هم موضوعیت نداره یعنی چه به سمت جلو بریم در محور زمان و چه به سمت عقب روابط تعیین شده بین اجزا برقراره آخرین نکته ای هم که میخوام راجع به نقد آقای راسل بگم اینه که یک سیستم دترمینیستیک باشه یا نه یک مقوله پیشینی یا اصل بدیهی نیستش و یک حقیقت تجربیه یعنی چیزی نیست که شما بدون نیاز به تجربه حسی براتون قابل شناخت و تایید باشه باید حتما با تجربه به سنجیدش. پس ما نمیتونیم بگیم هر چیزی علتی داره و نیازی نیست برای صحت این جمله تجربه و مشاهده خاصی داشته باشیم دوستان نکات آقای راسل در مقاله درباره مفهوم علت بسیار زیاده و پیچیدگی داره پیشنهاد میکنم توضیحات مفصل آقای پوریا آزادی در این باره رو حتما ببینید تا مطلب به صورت کامل براتون جا بیفته همینجا هم از آقای عزیز تشکر میکنم بابت توضیحاتی که درباره این مقاله مهم داده و و کسی تا حالا بهش نپرداخته بود ایشون کتاب دترمینیسم آقای ساپولسکی هم که در مورد اراده آزاد هست رو نقد کردن که پیشنهاد میکنم اون رو هم ببینید من لینکش رو براتون میذارم خیلی خوشحال شدم که یه آدمی در فضای علمی داره فعالیت میکنه که همچین طرز فکر و نگاهی داره که میاد و کتاب یک اندیشمند مطرح رو نقد میکنه که اون دانشمند طرفداران زیادی به خصوص در ایران داره و انقدر مسلطه به موضوع انشالله در آیان بیشتر از ایشون بشنویم. خب بالاخره تکلیف ما چیه؟ ما اراده آزاد داریم یا نه؟ عجله نکنید. هنوز چیزهایی هست که باید توضیح بدم و بعد بریم برای نتیجه گیری. در فیزیک کلاسیک جهان به عنوان یک سیستم مکانیکی در نظر گرفته میشه که قوانین قطعی و قابل پیش بینی داره. بنابراین چیزی به اسم اراده آزاد اونجا وجود نداره. اما در فیزیک کوانتوم جهان یک سیستم احتمالی در نظر گرفته میشه که ذرات میتونن در آن واحد در چند حالت مختلف باشن. پس میتونیم بگیم حداقل در سطح زیر اتمی ما علتهای قطعی و سیستم دترمینیستیک نداریم. مخالفان این نظر دو نقد رو مطرح میکنن در نقد اول اونها میگن که این قوانین در سطح میکروسکوپی هن. ممکنه در سطح ماکروسکوپی و اعمال انسان صادق نباشن و اعمال ما رو تحت تاثیر قرار ندن در نقد دوم میگن حتی اگر دترمینیسم وجود نداشته باشه باز هم دلیل بر اراده آزاد نیست فقط گزینه شانس اضافه میشه یعنی اعمال ما یا از قبل تعیین شدن یا شانسی و تصادفی مورد مهم بعدی آزمایشاتیه که در حوزه علوم اعصاب صورت گرفته مشهورترینشون که شاید شما هم باش آشنایی داشته باشید آزمایشات بنجامین لیبت ته این آزمایشات از افراد خواسته شد که در زمان مشخصی دکمه ای رو فشار بدن یا دستشون رو حرکت بدن و با فناوری ای ای فعالیت های مغزشون بررسی شد حدسی که ما در این مورد میتونیم بزنیم اینه که ما اول تر تصمیم میگیریم و بعد مغز متوجه میشه و بعد فرمان صادر میکنه که دست تکون بخوره یا دکمه رو بزنه اما چیزی که آقای لیبت مشاهده کرد متفاوت بود اون دید که تقریبا 550 هزار ثانیه قبل از اقدام پتانسیل آمادگی در مغز ایجاد میشه و 150 هزار ثانیه قبل از انجام کار ما آگاه میشیم و بعد کار انجام میشه بعضی از دانشمندان نتیجه این آزمایش رو این گونه تفسیر میکنن که چون آمادگی انجام کار قبل از تصمیم آگاهانه با فعالیت های نورونی مشخص شده پس ما توهم اینو داریم که آگاهانه تصمیم میگیریم ما در واقع از تصمیمی که از قبل گرفته شده آگاه میشیم بنابراین اراده آزاد یک توهمه اما خود آقای لیبت جور دیگه ای به قضیه نگاه میکنه و معتقده در اون 150 هزارم ثانیه که قبل از عمل از تصمیم آگاه میشیم میتونیم تصمیممون رو وتو بکنیم و تغییرش بدیم پس ما اراده وتو کردن تصمیممون رو داریم این سری آزمایش ها توسط دانشمندان دیگری هم تکرار شد چون نقدهایی وارد بود هم به خود آزمایش هم به نوع تفسیرها اما هیچ کدوم از آزمایشات تا به امروز با قطعیت اراده آزاد رو رد یا تایید نمی کنن. یکی از مهمترین آزمایشات بعد از لیبت رو آرون شورگر انجام داد و پتانسیل آمادگی که لیبت می گفت برنامه ریزی مغز برای انجام حرکته رو زیر سوال برد ایشون آزمایشاتی و شبیه لیبت انجام داد به اسم وقفه لیبتی که تفاوتش با آزمایشات لیبت توی وقفه های تصادفی یکسانی بود که از طریق یک کلیک شنیداری ایجاد شد. افراد با شنیدن کلیک باید حرکت رو انجام میدادند و ازشون خواسته شد که برای اجتناب از وقفه هیچ تلاشی نکنند. اینجا مشاهده شد که پتانسیل آمادگی مثل آزمایش های لیبت ایجاد میشه و وقفه تأثیری در پتانسیل آمادگی نداره از طرفی برای شبیه‌سازی فعالیت‌های عصبی قبل از حرکت از مدل انباشتگر استفاده می‌کردند وقتی فعالیت این انباشگر بیشترین شیب رو نشون میده که به طور ناگهانی تغییر کرده اصطلاحا میگن از آستانه عبور کرده و معنیش اینه که تصمیم به حرکت قطعی شده اما اگر انباشتگر عبور از آستانه نداشته باشه حرکت انجام نمیشه با اینکه پتانسیل آمادگی وجود داشته باشه بنابراین شورگر و تیمش به این نتیجه میرسن که پتانسیل آمادگی ممکنه منجر به حرکت نشه لیبت فرض کرده بود که تصمیم عصبی برای حرکت همزمان با پتانسیل آمادگی. اما شورگر نشون داد که پتانسیل آمادگی دو مؤلفه غیر خطی داره یکیش پیش از تعهد برای انجام فعل در حال حاضره که تحت تاثیر نوسانات تصادفیه و یکیش پس از تعهد به انجام فعل در حال حاضره که با عبور انباشته عصبی از آستانه مرتبطه جالب این اتفاق دقیقا همزمان با آگاهی فرد از تصمیمه یعنی 150 هزارم ثانیه قبل از حرکت اگه یادتون باشه لیبت گفت این 150 هزار ثانیه برای وتو کردن عمل کافیه و نشونه اینه که ما اراده آزاد داریم اما شورگر میگه پتانسیل آمادگی همزمان با آگاهی فرده حالا سوال اینه آیا برای اراده آزاد نیاز نداریم که قبل از تصمیم آگاه باشیم؟ همین سواله که نمیذاره ما به راحتی اراده آزاد رو از آزمایشات شورگر نتیجه گیری کنیم با این حال برام جالبه که افرادی مثل سمحریس وقتی از این آزمایشات با خبر شدن چه واکنشی نشون دادن عامل بعدی که درباره اراده آزاد باید بررسی کنیم نظرات فرویده فروید معتقد بود که تجربیات کودکی به خصوص پنج سال اول نقش تعیین کننده ای در شخصیت و رفتار فرد در بزرگسالی داره یه جورایی این تجربیات وارد ناخودآگاه فرد میشن و انتخاب ها و تصمیماتش رو تحت تاثیر قرار میدن و خیلی مواقع فرد اصلا آگاه نیست ازشون عامل بعدی که فروید روش خیلی تاکید داره میل جنسی و معتقد تا حد زیادی رفتارهای ما رو تحت تاثیر قرار میده یه نکته داخل پرانتز بگم درباره نظرات فروید پیرامون مسائل جنسی نقد زیادی شده اما من به خصوص در فضای مجازی مصداق رو زیاد میبینم پرانتز بسته تا اینجا ظاهرا ما اراده آزاد نداریم اما از نظر فروید ما میتونیم با آگاهی از انگیزه های ناخودآگاهمون تا حدی بر اونها غلبه بکنیم بنابراین میتونیم بگیم فروید یک سازگارگراست عامل بعدی ژن ها هستند ظاهرا تا حد زیادی تحت تاثیر ژن ها هستیم اما تحقیقاتی هم وجود داره که نشون میده محیط میتونه بر ژن غلبه کنه مثلا جیم فالون یک تحقیقی رو روی افرادی که رفتار ضد اجتماعی داشتن انجام داد و متوجه شد که اونها ناهنجاری ژن ما دارند آ دارن ما او آ باعث افزایش رفتارهای پرخطر میشه نکته جالب این بود که فالون متوجه شد که خودش هم ماوآ داره ولی اون رفتارهای ده اجتماعی نداشت خب این میتونه اثر تربیت و محیط سالم خانواده فالون بوده باشه بنابراین ما به لحاظ ژنی در جبر کامل نیستیم و خود فالون هم بعد این ماجرا نظرش رو راجع به جبر ژنی تغییر میده آی اریک کندل نویسنده کتاب در جستجوی حافظه هم معتقده که ژنها تا حد زیادی تاثیر دارند مثلا تعیین کننده اتصال بین نورون های مغزی هستند اما تجربه های ما میتونه این اتصالات رو تغییر بده و خاصیت پلاستیسیتی مغز به نوعی نشون میده ما جبر مطلق ژنی نداریم آخرین نکته ای که قبل جمع بندی میخوام بگم چهار تا سردرگمی در مورد اراده آزاده که آقای مارک بالاگوه در کتاب اراده آزاد میگه سردرگمی اول افرادی که اراده آزاد رو رد میکنن و دیدگاه ماتریالیستی دارن یعنی به روح قائل نیستن برای انسان اونها وقتی از تصمیمات آگاهانه صحبت میکنن منظورشون همون رویدادهای عصبی داخل مغزه نه اینکه رویدادهای عصبی داخل مغز باعث تصمیم آگاهانه میشن و این دو پدیده رو جدا بدونید یه فرد روح باور میتونه اینطوری تصور کنه ولی کسی که به روح باور نداره در واقع هر جایی که میگه تصمیم آگاهانه منظور درش همون رویدادهای عصبیه. مثال جالبی آقای بالاگور میزنه تصور کنید یه نفر میگه مارک تواین قرینه ادبی سام کلمنس است این جمله انگار از دو نفر داره صحبت میکنه در حالی که ما میدونیم مارک تواین همون سام کلمنس و اینها دو اسم هستن برای یک شخص بنابراین رخدادهای عصبی و تصمیم آگاهانه دو اسم برای یک مفهوم هستن سر در گمی دوم اینه که ما دقیقا نمیدونیم کی و کجا به اراده نیاز داریم. آقای بالاگور اعتقاد به دو نوع اراده داره یکی اراده هیومیه که در واقع تعریف هیوم از اراده بوده این نوع اراده به شما امکان میده که هر کاری که میل دارید و میخواید رو انجام بدید حالا چه از قبل تعیین شده باشه چه نه من بین وسنی شکلاتی و وانیلی ترجیح میدم شکلاتی رو انتخاب کنم چون بیشتر از طعمش خوشم میاد همه ای ما این نوع اراده رو داریم و کسی با این اراده مشکلی نداره اصلا و نوع دوم اراده اراده غیرقابل قابل که در شرایطی استفاده میشه که گزینه های مختلفی دارید و مطمئن نیستید کدومشون بهترین هستن من بین بستنی شکلاتی و وانیلی هیچ میل و گرایش خاصی ندارم همینطوری یکیشو انتخاب میکنم مشکل در واقع بر سر این نوع اراده است و در اکثر جاهایی که شما مخالفتی با اراده آزاد میبینید به این نوع تلقی از اراده آزاد هستش

ما اکثر مواقع اراده آزاد غیر قابل پیش بینی نداریم نه در انتخاب افکارمون نه در انتخاب اعمالمون و این خوبه که نداریم چون نه تنها نیازی نداریم بلکه اگر داشتیم برامون مشکلات زیادی پیش می اومد مثلا اگر زمانی میخواستیم یک مسئله ریاضی رو حل کنیم و باید آگاهانه انتخاب میکردیم که چه فکری بکنیم که در حل این مسئله به ما کمک کنه خب این خیلی مشکل برای ما ایجاد میکرد این روند به صورت اتوماتیک با دیدن مسئله مسئله به ذهن ما میاد و ما اون مسئله رو حل میکنیم یا در مورد روال های روزانه ای که دارین شما فکر کنید از زمانی که بیدار میشید و آماده میشید برید سر کار شاید صد تا کار کوچیک انجام میدید و اگر قرار باشه همه رو آگاهانه انجام بدید و از اراده آزاد استفاده بکنید واقعا وحشتناک و خسته کننده است یا جاهایی که نیاز به عکس سریع داره مثل خطری که شما رو تهدید میکنه و فقط چند ثانیه وقت دارین که عکس العمل نشون بید. در این موارد اگر بخواید از اراده آزاد استفاده بکنید نمیتونه کمک کننده باشه چون بسیار طولانی هست پس کجا به اراده آزاد نیاز داریم اونجایی که بین چند گزینه پیش رومون احساس عدم اطمینان در انتخاب داریم مثلا میخواهید تصمیم بگیرید با دوچرخه برید سر کار یا با ماشین و خیلی هم مطمئن نیستید کدوم گزینه گزینه بهتریه میتونید فکر کنید و آخرش یکی رو انتخاب کنید و اصلا مطمئن نیستید که انتخابتون درست بوده یا نه و در اینجا نیاز زی به عکس عمل سریع هم نداریم سردرگمی سوم یک عمل یا فعل یا کاری که ما انجام میدیم ممکن از جهاتی از پیش تعیین شده باشه و دلایل پیشینی هم داشته باشه اما از جهتی دلیلی هم نداشته باشه فرض کنید شما رفتید بستنی فروشی و میخواد یک تعم رو انتخاب بکنید اونجا سی تعم مختلف وجود داره که شما 28 تعمش رو به دلایل مختلف و به صورت اتوماتیک رد میکنید مثلا شما از تعم بستنی توت فرنگی بدتون میاد چون کسی که ازش متنفر هستین عاشق طعم توت فرنگیه و به همین خاطر و با علتهایی مشابه 27 طعم دیگر رو هم کنار میگذارید با دلایل مشخص و از پیش شده ولی بین طعم شکلات و وانیلی میمونید چون هیچ ترجیحی ندارید جفتشون میتونن انتخاب شما باشن چون در ذهنتون اطلاعاتی که نسبت به این دو طعم حساستون کنه وجود نداره آخرش یکی رو انتخاب میکنید و مطمئن هم نیستین که بهترین انتخابه این نمونه از موارد رو شما در طول روز هم بخواید حساب کنید خیلی کم برای ما پیش میان پس ما در موارد خیلی کمی نیاز به اراده آزاد داریم سردرگمی چهارم در مورد تصادفی بودنه خیلی چیزها هستن که میتونیم بهشون بگیم تصادفی مثل تاس انداختن عددی که میاد تصادفیه مثل کاغذایی که میندازن توی تونگ برای قرعه کشی و یکی بدون نگاه کردن یکیشو برمیداره و یه اسمی در میاد اما اینا به بحث ما درباره اراده مربوط نمیشن همون مثال بستنی رو در نظر بگیرید چهار حالت مختلف رو میخوایم بررسی بکنیم حالت اول من با اراده خودم طعم وانیلی رو انتخاب کردم و کسی نتونست پیش بینه کنه حالت دوم من با اراده خودم طعم وانیلی رو انتخاب کردم و کسی منو مجبور نکرد حالت سوم من با اراده خودم طعم وانیلی رو انتخاب کردم و دلیلی براش نداشتم دل بخواهی بود حالت چهارم من با اراده خودم خودم تعم وانیلی رو انتخاب کردم اما این من نبودم که انتخاب کردم بلکه این انتخاب بود که برای من اتفاق افتاد سه حالت اول با عقل جور در میاد ولی حالت چهارمی بی و تناقض داره بنابراین ما در صورتی اراده آزاد داریم که تصمیم رو خودمون گرفته باشیم و کسی یا چیزی ما رو مجبور به تصمیم گیری نکرده باشه این نگاه به اراده آزاد با نگاه علمی که به پدیده های فیزیکی در مغز مربوط میشه و نگاه دینی که به پدیده های غیر فیزیکی مثل روح مربوطه کاملا سازگاره در نهایت شما این اطلاعات رو کنار هم بگذارید متوجه میشید که ما تا حدی اراده آزاد داریم و در مسائلی هم اراده آزاد آزاد نداریم مثل مرگ تولد اتفاقات طبیعی و امثال هم اما مهم این بود که ما اراده آزاد رو خیلی جاها اصلا نیاز نداریم مثل اون جاهایی که باید عکس العمل سری نشون میدادیم و خیلی موارد دیگه و در اکثر دیدگاه ها ما مسئولیت اخلاقی رفتارمون رو بر عهده داشتیم فقط یه عده از جبرگراها بودن که میگفتن ما مسئولیت اخلاقی نداریم اما مباحث دیگه ای رو مطرح میکردن که به نوعی مسئولیت اخلاقی رو پوشش میداد اما به نظر من مهمترین نکته ای که درباره جبر و اختیار وجود داره اینه که یه چیزایی هست که در اختیار ما نیست خیلی حرفای اساتیده انگیزشی و گوش ندید که میگن تو سرنوشت خودت رو میسازی همه چیز در دست توه هی. هیچکس نمیتونه جلوی تو رو بگیره اینا یه سری حرفای دلخوشکنک و بیپایه و اساسه شما در این جهان با مقدار قابل توجهی از پدیده های جبری سر و کار دارین که هیچ تأثیری نمیتونین روشون داشته باشین شما نمیتونین طلوع خورشید رو عقب بندازین یا سنتون رو ثابت نگه دارین بنابراین اون چیزهایی که در دستتون نیست و جبری هستن رو بپذیرید و در اون چیزهایی که میتونید ارادتون رو اعمال کنید سعی کنید بهترین کار ممکن رو انجام بدید در پایان امیدوارم که این اپیزود براتون مفید باشه دوستان بحث اراده آزاد بسیار بسیار, بسیار بحث پیچیده ایه و من سعی کردم به ساده ترین شکل ممکن براتون توضیحش بدم اگر سوالی براتون پیش اومد و یا خواستین که من توضیحات بیشتری رو در قالب یک اپیزود دیگه براتون درست کنم حتما به هم اطلاع بدین و اگر منو لایک بکنید و کامنت بذارید خیلی ازتون ممنون میشم و برای ادامه راه هم کلی ازتون انرژی میگیرم تا اپیزودهای بعدی خدا یار و نگهدار شما